بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سلام مجدد خدمت همه دانشجویان گرامی، امیدوار هستم که در هر کجایی که هستین شاد و پیروز باشین و توفیق حق در این راه شما. در سلسله مباحث درس جرم شناسی یک در هفته چهارم خدمت شما عزیزان هستیم و انشاءالله در این درس در ارتباط با رابطه جرم شناسی با دیگر رشته های علوم جنایی خدمت شما توضیحات ارائه میکنیم، با تأکید بر این که دوستان محبت بکنن علاوه بر از این که به کتاب مراجعه میکنن در قسمت یادداشت برداری هم اهتمام جدی به خرج بدن. خب در جلسه گذشته ما بحث ما شاخه های یا تقسیمات جرم شناسی بود که اون توضیحات دادیم و گفتیم که جرم شناسی به دو شاخه نظری و کاربردی تقسیم میشه و هر کدام اونها هم مباحث خاص به خود و زیر مجموعه خاص به خود رو داشتن که توضیحات کافی انشاءالله اونجی داده شده و دوستان حتما مطالعه کردند و شنیدن مباحث. اما در این هفته همونطور که اشاره کردم خدمت شما، بحث ما رابطه جرم شناسی با دیگر یا سایر رشته های علوم جنایی است. خب ما اگر یاد شما باشه در جلسه اول گفتیم که علوم جنایی یک خانواده چند عضوی هست. اعضای خانواده علوم جنایی عبارت بودند از حقوق جزا، جرم شناسی، جرم یابی، جزا شناسی و سیاست جنایی. و گفتیم که در میان این خانواده یک دشمنی مشترکی وجود داره که همه اونها تلاش میکنن که او را از میان بردارن و او دشمن مشترک جرم بود، ولی تفاوت در این بود که هر کدام اونها از سنگر خود به سمت جرم هدفگیری میکردن و او را مورد حمله قرار میداد. اما بحث بر سر اینه که اگر اینها میخواهند در راستای مقابله با جرم موفقیتی به دست بیارند، چاره ای ندارند جز این که در کنار همدیگر و دست در دست یکدیگر بدن و در مواردی با هم همکاری بکنند. همونطور که یک مثال ساده، همونطور که در یک خانواده عادی ما و شما هستیم، اگر خدای نخواسته مشکل پیش می آید، اگر برادر بگه به من ربطی نداره مشکل خواهر است و خواهر بگه مشکل برادر است به من چه ربطی داره و پدر بگه مشکل فرزند است و مادر بگه به من مشکل شوهر هست و اینها، خب اینها در راستای مقابله با اون مشکل با شکست مواجه خواهند شد. بنابراین در رشته های علوم جنایی همین بحث وجود داره. اگر علوم جنایی میخواهد که در راستای مقابله با جرم موفق باشه، چاره ای نداری که جدی که ببینن کجاها میتونن با هم همکاری بکنن و همکاری دوامدار ادامه بدن. حالا اولین بحثی که وجود داره در ارتباط با رابطه جرم شناسی با حقوق جزاست. دوستان، حقوق جزا و جرم شناسی هر دوی اینها از قدیمی ترین علوم جنایی به شمار میاد. بنابراین ارتباط تنگاتنگی هم با همدیگر داره. خب میان جرم شناسی و حقوق جزا از یک جهت نقاط اشتراکی وجود داره. چیه؟ اینه که موضوع هر دوی اونها جرم. یعنی چی؟
یعنی به جرم میپردازن. حد چون دشمن باشه، اصلا علوم جنایی نقطه اشتراک همین اونها بحث جرمه و مبارزه با جرم. بنابراین در اینجا با هم مشترک اشتراک دیدگاه داره و در هدف نهایی هم هر دو با همدیگر به دنبال چی هستند؟ به دنبال کاهش جرم و یا جلوگیری از اون هستند، که این هم حقوق جزا به دنبالش هست و هم جرم شناسی. در اینجا این دو رشته با همدیگر اتفاق نظر و اتفاق دیدگاه داره، اما در مواردی با همدیگر اختلاف هم داره. در جاهایی با همدیگر ارشاد خدمت شما که شیوه اینا مختلف میشه و با همدیگر در تضاد هم شاید قرار بگیره. اولین نقطه اختلاف اونها در نحوه مقابله، در چگونگی مقابله. یعنی چی؟ یعنی اینکه حقوق جزا به شیوه خود به جنگ جرم میره و جرم شناسی هم به شیوه خود به جنگ جرم میره. حقوق جزا اگر بخواه با جرم مقابله کنه، از ابزاری به نام مجازات استفاده میکنه. حقوق جزا برای مقابله با جرم از ابزاری به نام مجازات، یعنی هر کسی معتقده که اگر ما میخوایم در راستای مقابله با جرم موفق باشم، رایی که پیش روی ما هست اینه که کسی که جرم انجام داد و هنجاری از جامعه نقض کرد، من او رو چیکار بکنم؟ مجازات بکنم. با اعمال مجازات هم طرف میترسه و دیگه جرم انجام نمیده، هم عموم جامعه میفهمن که اگر مرتکب جرم بشن با مجازات روبرو میشن، بنابراین دیگه جرم انجام نمیدن، خود به خود کاهش پیدا میکنه. در حالی که در جرم شناسی حد چگونه به مقابل جرم میخزه، جرم شناسی با شیوه اصلاح و درمان به دنبال جلوگیری از وقوع جرمه. حالا ببینین، در بس اصلاح و درمان لزوماً از مجازات استفاده نمیشه. گفتیم ما در جرمشناسی یک شاخه داریم، جرمشناسی پیشگیری، یعنی ما برنامه ریزی باید بکنیم، تئوری جامعه را تربیت بکنیم، تئوری آماده بسازیم که اصلا به جرم فکر نکنن، اصلاح بشن، درمان بشن، و وقتی که ما برنامه های اصلاحی را انجام دادیم، دیگه خیال ما راحت میشه و برای ما هیچ مشکلی پیش نخواهد آمد و جلو جرم میگیریم. پس در اولین نقطه اینجا با هم اختلاف دارن. جرم شناسی به فکر اعمال مجازات است و ببخشید حقوق جزا به فکر اعمال مجازات است و جرم شناسی از طریق اصلاح و درمان به مقابله با جرم برمیخیزه. خب دومین تفاوت یا دومین اختلاف دیدگاهی که وجود داره در کجا هست؟ در نحوه مطالعه. مطالعه چی دوستان؟ مطالعه جرم. حقوق جزا اگر بخواهد جرمی رو مطالعه بکنه، مطالعه او صرفاً حقوقی و قضایی است. یعنی اگر حقوق جزا بخواهد در ارتباط با یک جرم مطالعاتی را انجام بده و ابعاد از اون را مطالعه بکنه، ناگزیر است که در قالب حقوقی عمل بکنه. ببینید به طور مثال، ما در حقوق جزا یک اصلی داریم به نام اصل قانونی بودن جرم مجازات. یعنی چی؟ یعنی این که ما هر رفتاری که قرار است جرم بدانیم باید با روح قانون سازگار باشه. پار از او فراتر گذاشته نمیتوانیم. دیدگاه ما، نگاه ما به جرم باید صرفاً حقوقی و قضایی باشه. در حالی که در جرم شناسی دامنه مطالعات دامنه
مطالعات بسیار گسترده است. خود محصور در یک موضوعی در یک محدوده خاص نمیکنه. اینطور نیست که فقط و فقط بیای از یک علم استفاده بکنه. نه خیر، ما در جلسات گذشته هم اشاره کردیم حقوق جرم شناسی از علوم مختلفه. چرا؟ چون به دنبال علت وقوع جرمه. بنابراین از هر علمی که بتوانه به او کمک بکنه تا علت جرم پیدا کنه از او استفاده میکنه. زیست شناسی باشه، جامعه شناسی باشه، روان شناسی باشه، بحث اقتصادی باشه، جغرافیایی باشه، سیاسی باشه، همه آن چیزی که میتوانه او را برسانه به هدف از او که علت وقوع جرم پیدا بکنه میره به سمت مطالعه میکنه. خود محدود و محصور در یک منطقه خاص نمیکنه. پس این دومین تفاوت میان حقوق جزا و جرم شناسی است. تفاوت دیگر در توجه به انگیزه. دوستان حقوق حقوق جزا چندان توجهی به انگیزه ندارد. حقوق جزا چندان توجهی به انگیزه، نه این که به انگیزه توجهی نداره، توجه میکنه ولی خیلی نه، خیلی به قصه انگیزه نیه. در حالی که انگیزه در جرم شناسی یک اصله. ما انشاءالله در مباحث آینده یک بحث اصول جرم شناسی که برسیم اونجا بحث انگیزه مفصلتر بحث میکنیم. حالا این اختلاف از کجا سرمنشأ میگیره؟ ببینید دوستان، حقوق جزا خود مکلف و موظف به صیانت از ارزش‌های اجتماعی میداره. یعنی میگه من آمدم تا از او ارزش هایی که در یک جامعه هست از او ارزش ها پاسداری بکنم، حراست بکنم. بنابراین هر کسی که این ارزش ها رو زیر پا بکنه سوای این که انگیزه از او چی بوده به او رو مجازات میکنم. برای من تفاوت نمیکنه که در انگیزه از این آقا یا این خانم برای ارتکاب جرم چه بوده. همین که آمده یک ارزش نقض کرده باید مجازات بشه، نباید نقض میکرد. در حالی که جرمشناسا چی میگن؟ میگن آقا جان ما باید قبل از این که به سراغ مجازات طرف میریم اول بدانیم انگیزه از ارتکاب جرم چی بوده. فرق است میان انسانی که بر اساس یک انگیزه شدید و یک نیاز شدید دست به ارتکاب جرم میزنه با انسانی که بر اساس یک برنامه تفریحی و تفننی دست به ارتکاب جرم میزنه. کسی که نیاز شدید داره دست به ارتکاب جرم میزنه از روی مجبوریت، اصلا انصاف نیست، عدالت نیست ما او رو مجازات بکنه. بله اون طرفی که از روی تفنن و ثروت اندوزی کاری انجام میده یا نمیفهم ساعت تیری او رو مجازات بکنین خوبه، ولی کسی که انگیزه از او انگیزه دنی نیست، انگیزه شریفانه است، مجازات تو معقولانه نیست. اما او بزن میگه نه، به او چی کار داره؟ او باید تلاش میکرد که هنجار و ارزش نقض نکنه. حالا که نقض کرده مورد مجازات میکنم. دوستان به این نکته توجه داشته باشیم. گفتیم چندان توجهی نداره، نه اینکه اصلا توجهی نداشته باشه، توجه داره ولی خیلی کم. یعنی چی؟ یعنی بعد از اینکه جرم شناسا فشار آوردن، جرم شناسی فشار آورد بر حقوق جزا، حقوق جزا ما چیکار کرد؟ گفت باشه، حالا که اینقدر اصرار هست، ما کسانی که بر اساس انگیزه شریفانه دست به ارتکاب جرم میزنند ما در مجازات اونها تخفیف میدم، ولی مجازات میکنم. در مجازات نتفهمه. به همون خاطر هم هست که شما در قانون کد جزا اگر مراجعه بکنین میگه آنجایی که صحبت از انگیزه شریفانه باشه بس همینه که مجازاتی تخفیف قائل میشن.
ولی مجازات در حالی که جرم شناسی میگه اگر انگیزه واقعا شریف است و نیاز است و مجبوری هست، مجبوریتی وجود داره، دیگه مجازات معنایی نداره. خب اینها بحث تفاوت های و اختلاف دیدگاه های از شاید خدمت شما که حقوق جزا با جرم شناسی. بحث دیگری هم مطرح میشه در ارتباط با حقوق جزا و جرم شناسی، رابطه اینا تعامل میان این دو رشته دوستان. این هم یک توضیح کوتاه و مختصری بدیم و بعد بریم بحث رابطه بعدی رو بررسی بکنیم. ببینین تعامل میان این دو رشته چی رقم بوده؟ در دوره‌ای، در زمانی، در یک دوره تاریخی خاصی، در یک مقطعی از زمان، تعامل میان حقوق جزا و جرم شناسی منفی بوده. یعنی چی منفی بوده؟ یعنی اینکه اونها همدیگر قبول نداشتن. در یک دوره زمانی بوده حقوق جزا اصلا جرم شناسی رو به رسمیت نمیشناخته، هیچ نوع دیدگاهی از حقوق، از جرم شناسی به لحاظ قابل قبول، اصلا علمی به نام جرم شناسی به رسمیت نمیشناخته. شما در تاریخ حقوق جزا یا در جزای عمومی یا در بحث جزاشناسی احتمالا خوانده باشین مکاتب جزایی. شما اگه مطالعه بکنین بحث مکتب، مثلا مکتب کلاسیک و نیوکلاسیک، مکتب کلاسیک و نیوکلاسیک، اینا مکاتبی بودن که تأکید بر مجازات داشتن، هیچ اعتقادی به بحث جرمشناسی و مجرم و علت انگیزه اینا اصلا نداشتن. شما دیدگاه کانتر مطالعه بکنین، کانت چی میگه؟ میگه بد کننده باید بد ببینه، حقوق جزا باید اصل به دنبالی نباشه که انگیزه از ارتکاب جرم چی بوده، عدالت این اقتضا میکنه تا مجازات بکنه. باور نبرین بوده که انسانی که جرم انجام میده انسانی است که اراده آزاد داره، کسی که اراده آزاد داره باید مجازات بشه. تفاوتی خب این بحث بسیار طولانی است که اینجا از حوصله بحث ما و شما خارج. اما در مقابل باز مکتبی یا مکاتب دیگه مثل مکتب تحققی یا اثباتی و مکتب دفاع اجتماعی ما و شما دارین، اینا باز چی؟ اینا باز با حقوق جزا مخالفن. اینا معتقدن انسانی که جرم انجام، در مکتب تحققی همینه، انسانی که جرم انجام میده اصلا اراده ای از خود خونه داره، وقتی اراده نداره پس مجازات هم معنایی نداره، حقوق جزا نباید باشه. مکتب دفاع اجتماعی که در شاخه افراطی از او احتمالاً بعدها هم بحثی از او به میان بیایه، مثلا آقای گراماتیکا میگه دولت حق مجازات نداره. چرا؟ چون دولت برآمده از اراده خود این مردمه، مردمن که دولت رو ایجاد کردن، پس چه حقی داره دولت خالق خود رو بیه مجازات بکنه؟ این همون تعامل منفی است، رد کردن یکدیگر، نپذیرفتن یکدیگر. اما امروز تعامل مثبته. یعنی چی؟ یعنی اون دوره زدن و کندن یکدیگر تمام شد، دیگه همدیگر به عنوان دو عضو یک خانواده پذیرفتن، هم حقوق جزا و هم جرم شناسی. حقوق جزا چون قدیمی تر بود بالاخره جرم شناسی به رسمیت شناخت، و ما امروز تأثیرات جرم شناسی دوستان در حقوق جزا ما میبینیم، اثرات جرم شناسی. اگر امروز شما آزادی مشروط دارین، اگر امروز در سیستم های حقوقی تعلیق مجازات دارین، تبدیل مجازات دارین، تخفیف مجازات داریم، عفو داریم، اینها همه و همه تأثیرات جرم شناسی بر حقوق جزا. ولی حقوق جزا خیلی خشک بود، فقط به مجازات فکر میکرد، اما اینها آمده به کمک حقوق جزا چیکار کرده؟ ملایم تر کرده، تلطیف تر کرده. بنابراین امروزه تعامل میان این دورشته تعامل چیست؟ تعامل مثبته. اما رابطه جرم شناسی با جزا شناسی، یکی دو نکته من اینجا خدمت شما عرض بکنم در ارتباط با رابطه جرم شناسی با جزا شناسی. اولا دوستان، جزا شناسی، اگر علمی امروز ما به نام علم جزا شناسی داریم، ای محصول تعامل دو رشته دیگه حقوق جزا و جرم شناسی. یعنی چی؟ یعنی از میان افکار، ایده ها و
نظریات حقوق جزا و جرم شناسی علمی ظهور میکنه به نام علم جزا شناسی و جزا شناسی تحت عنوان علم اداره زندان ها هم میشناختن و میشناسن. چطور؟ این بود که در گذشته ها هدف از مجازات ها صرفاً انتقام بود و فقط به انتقام فکر میکردن و محور مدیریت انتقام هم کجا بود؟ زندان ها بودن. بنابراین اینو میگفتن علم مدیریت زندان ها یا علم اداره زندان ها. اما بعدها یک هدف عمده و اساسی به مجازات ها ایجاد شد در قسمت مجازات که بس اصلاح مجرم باشه و بعد وقتی گفتن بحث اصلاح مجرم به میانه دیگه انتقام صرف هدف مجازات نیست. بنابراین ما باید این کار بریم به سراغ مطالعه مجازات ها. و حالا چی میگن؟ میگن جزاشناسی عبارت است از علم مطالعه مجازات. یعنی چی؟ یعنی این که ما وقتی که کسی را محکوم به حبس میکنیم و او را میفرستیم به زندان و او را اونجا در بند نگه میداریم، چه نوع مجازاتی بر او اعمال بکنی یا مجازات بر او به چه شیوهی اعمال بشه که باعث اصلاح از او بشه، شد جزاشناسی. حالا این علم جزاشناسی امروز میتواند با جرم شناسی همکاری زیادی داشته باشه برای جلوگیری از وقوع جرم. به هر حال بخواهیم نخواهیم آمار و ارقام زندانیان و نوع مجازات بر اونها و چگونگی برنامه های اصلاحی در درون زندان ها همه و همه در اختیار کینه؟ در اختیار علم جزاشناسی است. حالا جرم شناسی با تحلیل و ارزیابی نظریات جزاشناسی در باب مجازات ها میایه دیدگاه خودر در راستای اصلاح مجرم و به جلوگیری از وقوع جرم در آینده بیان میکنه. انمی قدر گپ در ارتباط با حقوق جزاشناسی و جرمشناسی و رابطه بین اونها. خب فرصت ما متاسفانه رو به اتمام هست. خب خوب است که یکی دو دقیقه باقی مانده رابطه جرمشناسی با جرمیابی هم اشارهی بکنم و بعد اون رابطه جرم و سیاست جنایی باشه برای جلسه آینده انشاءالله. بسیار کوتاه در بحث رابطه جرم شناسی و جرمیابی همه قدر این اشاره میکنم، این که جرمیابی همیشه یک قدم از جرم شناسی جلوتر. یعنی چی؟ گفتیم جرمیابی از نگاه اثباتی به جرم میپردازد. بنابراین یعنی چی؟ یعنی جرمی که اتفاق افتاده یک تیم تکنیکی میرن با استفاده از آثاری که در صحنه جرم به جا مانده سرنخی پیدا میکنن تا به مجرم برسن و رو چنگال قانون بسپارن. یعنی چی؟ یعنی جرم شناسی یک قدم عقبتر از جرمیابیه، نتونسته جلوی وقوع جرم بگیره و جرم اتفاق افتاده. بنابراین بعضی ها باور دارن که جرمیابی خیلی کمک چندانی به جرم شناسی نمیکنه. نه، اینجوری نیست. حالا جرمی وقتی که وارد صحنه جرم میشه، خب با توجه به تخصصی که داره میفهمه جرم چگونه اتفاق افتاده، میفهمه قتل چی رقم اتفاق افتاده، سرقت چی رقم اتفاق افتاده، کلاهبرداری چی رقم اتفاق افتاده. همون اطلاعاتی که به دست میاره، همون اطلاعات اگر در اختیار جرم شناسی قرار بده، جرم شناسی به راحتی میتونه برای جلوگیری از وقوع جرم در آینده راهکار معقولانه پیشنهاد بکنه. این میشه رابطه جرم شناسی با جرمیابی. امیدوار هستم که از مباحث مطرح شده استفاده لازم برده باشین. رابطه جرمشناسی با سیاست جنایی یک کمک بحثی تقریبا طولانی تر به خود اختصاص میده که انشاءالله در جلسه آینده به او خواهیم پرداخت و مباحث جدیدتری را هم ارائه خواهیم کرد. انشاءالله که موفق و پیروز باشین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.